چرا بعد از 4 دهه حاکمیت نظام ولایت فقیه مردم ایران روز به روز فقیر و فقیرتر می شوند؟ نان و آب و مسکن رایگان چه شد؟ واقعا بخشی از اقشار ما با درآمدهای امروزشون تا 120 سال آینده هم صاحب مسکن نمیشن. اینا واقعیتایی که از الان وجود داره. پولها و اموال مردم کجا خرج می شود؟ 1 دقیقه وقت مجلس ما بیش از 100 میلیون تومان هزینه معمولی دارد. اگر واقعا دولت اسلامی انقلابی باید سر همون سفره بشینه که برای مردم پهن کرده. تحمل این سختی ها ملت ایران رو انشالله به اوج خواهد رسوند، به قله خواهد رسوند. بیاریم که ما بدونیم چرا باید سختی تحمل بکنیم. سختی تحمل کنیم به چی برسیم؟ دیگه ما نمیتونیم بگیم اسرائیل بده، شاه بد بود، اون بد بود، این بده، اون بده. چون الان فعلا خودمون از همه بدتریم و بلاهایی داریم سر مردم خودمون میاریم تو همه زمینه‌ها. هیچ کدوم از اینا به این میزان نیوردن. یک عضو سابق مجلس آخوندی با یادآوری قیام مردم قزاقستان پس از افزایش بنزین گفت: با چه جرأتی الان یک مرتبه میگویند که میخواهیم سهمیه بنزین را 15 لیتر کنیم؟ این بازی با آتش است، آتشی که ممکن است شعله آن به جاهای دیگری بکشد که اصلا فکرش را نمی‌کنیم. بعضی این مشکلات رو اونچنان بیان میکنن که گویا هیچ موفقیتی در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده، مکتوم میکنن که تو شعار بیاییم پشت از این حرفا بزنیم، در عمل بریم و همین مردم رو در حقیقت سر ببریم. ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی ایران میگه اگه تهدیدت کردن، اگه کشتنت، اگه بردنت، زمان رضا خان همینجوری نبود. خیلی خنده داریم، خیلی طرد میکنن مردم رو ببرن. این تازه صدای خودی های نظام است که مرگ ظالمان را به چشم می‌بینند. خامنه ای با فریاد و شورش ارتش گرسنگان چه خواهد کرد؟ بسیجی هم فرار کرد. چه قلعه بسیجی ها؟ همزاد ها. آه این طریقه ها یاد بکنه. ببینی؟ به حضرت ها